رئیس مجلس ایران خبر داده که قرار است گروهی حقیقت‌یاب به شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری برود تا درباره ابتلای عده‌ای از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV تحقیق کند. همزمان تلویزیون ایران تصاویر عده‌ای را نشان داده که به خاطر شرکت در اعتراض‌های دیروز در لردگان بازداشت شدند. آنها می‌گویند عده‌ای از اهالی روستا بر اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV مبتلا شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. انگشت اتهام رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران به سمت افرادی که آنها را ضد انقلاب خواندند. میگویند ردپای سلطنت طلبان و مجاهدین خلق در اعتراض‌های لردگان دیده می‌شود. این فرمانده سپاه استان چهارمحال بختیاری است که در جمع اهالی روستای چنار محمودی حاضر شده و از آنها خواسته اعتراض‌های دیروز را محکوم کند. این کار ناشایسته‌ای که امروز در شهرستان لردگان، در مرکز شهر لردگان بود، آیا کار چنار محمودی‌ها بود؟ آیا مردم چنار محمودی دوست دارن این رفتار را؟ و اعلام انزجار می کنند این مردم خوبه، این روستایی که جمعیت خیلی خوبی هم دارن، جمعیت بالای 800 نفر. جان فدای رهبر! این هم مصاحبه تلویزیون حکومتی ایران است با عده‌ای که میگویند در اعتراض‌های دیروز نقش داشتند. من تماس گرفتن، حتی در فضای مجازی هم خیلی ها پیام دادن که اصلا نمیشناسمشون حقیقتا، که ما اومدیم و در منطقه لردگون دیگه به هر صورت این اتفاق افتاد. معترضان لردگان دیروز دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. آنها در مقابل فرمانداری تجمع کرده و شعار دادند. ماموران امنیتی هم با گاز اشک‌آور آنها را متفرق کردند. اهالی روستای چنار محمودی میگویند عده‌ای از ساکنان این روستا به دلیل استفاده خانه بهداشت از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV ویروس بیماری ایدز مبتلا شدند. 28 نفر تا الان مثبت شده. این گزارشی که میدن همش کذب، رسانه‌ها کذب میگن. من خودم یکی مبتلا ام، دخترم از خواهرم از زنم از برادرم از اون برادرم از بچه برادرم از خونه من 8 نفریم. یه خونه بغل دستین 6 نفرشه. مسئولان اما میگویند این مسئله صحت ندارد. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته به خود مبتلایان گفته شده که چطور به HIV مبتلا شدند، ولی این موضوع محرمانه است و نمیشود به صورت عمومی آن را توضیح داد. این زلزله میومد بهتر بود تا این همه تو اومد. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مبتلایان پیشتر از ابتلا به HIV خبر نداشتند. انتشار خبر ابتلای عده‌ای از اهالی روستای چنار محمودی به HIV تبعاتی هم برای آنها داشته. گوجه‌هامون تو زمین مونده. میگن گوجه‌های شما ویروس داره. آیا کاه سفید هم ویروس داره که از ما نمی‌خرن؟ ما چیکار کنیم؟ الان خورم پتریشی میومد. الان مثلا 1000 حرف دنبال مون زده. بابا حق نداریم بیاید. کسی که مثلا جفتمون راه میره اصلا نمی‌ذاره باهاش صحبت کنیم. فاطمه سعیدی نماینده مجلس در توییتر عکس نامه بعضی از نمایندگان را منتشر کرده که از کمیسیون بهداشت مجلس خواستند گزارش کاملی از آنچه در روستای چنار محمودی رخ داده به مجلس بدهند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفته کمیسیون بهداشت با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب موظف شده به این ماجرا رسیدگی کند. اما به نظر می رسد هنوز جای آموزش و مشاوره به ساکنان روستای چنار محمودی خالی است. فرین عاصمی، BBC. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، شما از زاویه یک جامعه شناس چه فکر میکنید؟ چه داره میگذره؟ دولت چگونه برخورد کرده؟ چطور باید به مردم این دهکده آرامش داد، آگاهی داد، اطلاع داد؟ ببینید، خب میدونیم ما در جامعه زندگی میکنیم که حکومت شفاف نیست، بنابراین نمیتونه پاسخگو باشه و نه تنها شفاف و پاسخگو نیست، بلکه پنهانکاری هم میکنه و این پنهانکاری باعث میشه که مردم بهش اعتماد نداشته باشن. مردم به خودشون هم اعتماد ندارن، یعنی به دیگر مردم، چه برسه به حکومت. در چنین فضایی
حکومت هم به سمت این نرفته که هیچ گونه ساختاری برای پاسخگویی درست کنه. مثلا وقتی چنین اتفاقی میفته در کشورهای دیگه، بالاخره معلومه یه مرجعی هست، این سخنگوست میاد اطلاع میده، زمان و مکان و شیوه ارائه اطلاعات هم مشخصه، بنابراین راه بر شایعات و مطالب نادرست بسته میشه. در جامعه ایران خب چنین چیزی نیست، یعنی معلوم نیست اگر چنین اتفاقی افتاد چه کسی در چه سطحی، چگونه، چه زمانی، چطور و از چه رسانه‌ای باید در این مورد اطلاع رسانی کنه. وقتی این نباشه و واقعی در این حد رخ بده که هم از نظر مرگ و زندگی مسئله مهمی است، هم از نظر آبروی اجتماعی که افراد فکر میکنن با مسئله ایدز پیوند خورده، اون وقت میبینید که راه برای شایعات باز میشه و وقتی شایعات گسترش پیدا کرد، برای خشمهای پنهان، نارضایتیهای پنهان سوار میشه و به شکل اعتراض شورشگونه ای در میاد که میتونست کاملا به شکل دیگه این اعتراض به اصطلاح انجام بشه. خیلی هم زود این مسئله امنیتی شده، یکی از فرماندهان سپاه به منطقه فرستاده شده، متهم شدن مردم به روابط نامشروع و غیره. شما چه فکر کردید؟ ببینید وقتی این موضوع رو در مورد مسئله ایدز بررسی بکنیم، میبینیم که پشت این بیماری در واقع یک نوع نگرانی امنیتی همیشه بوده که با مسئله مشروعیت حکومت پیوند میخوره. به چه معنی؟ برای اینکه تصویری که از ایدز از آغاز توسط حکومت در جامعه ما بیان شده، تصویر این است که این بیماری مربوط است به جامعه های بیبندوبار غربی و عمدتا هم در ابتدا ارتباط داشته با مسئله همجنسگرایی مردانه. بنابراین ما داریم جامعهمون رو سالم نگه میداریم، جامعه ما جامعه اسلامی و مسلمانی است و از این بیماری ها بریه. حالا اگر یه وقت بیاد و مشخص بشه که در این جامعه ایدز وجود داره، رو به گسترشه و گسترشش در این اواخر از شیوه به اصطلاح روابط جنسی پرخطر حاصل شده، معنیش یعنی چی؟ یعنی همه اون سیاست های کنترلی، اون ایدئالی که از حکومت وجود داشته، سیاست های اخلاقی حکومت شکست خورده، سیاست های سکس شکست خورده، یعنی مجموعه ختمش هایی که برای به اصطلاح اداره روابط جنسی مردم به کار می‌برده شکست خورده. و معنی مهمترش اینه که مردم آنچنان زندگی نمی‌کنن که حاکمان میخوان یا مدعیش هستن یا وانمود میکنن. بنابراین اون وقت این سوال پیش میاد که چرا این حاکمان باید برای مردمی که اینجوری زندگی نمی‌کنن که حاکمان میخوان حکومت کنم؟ و این معنیش کسری مشروعیته. به این ترتیب بلافاصله مسئله که به نظر میاد که مسئله بهداشتی باشه، تبدیل میشه به یک مسئله امنیتی که حفاظت کنه از به اصطلاح دوام حکومت. آقای قاضیان خیلی ممنون از شما. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن با ما، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. عرض کنم که اول ما باید با آرامش بتونیم با یک مسئله بهداشتی درمانی پیش آمده برخورد کنیم. از دوستان عزیزی که مبتلا شدند بدانند عزیزان باید در درمان شرکت کنند، درمان بگیرند، و عزیزانی که اطراف اونها هستند در شهرها و ناحیه باید بدانند راه انتقال بیماری از طریق داد و ستد، مثلا میوه هایی که گفتند یا تماس هایی که با هم دارند، صحبتی که میکنند در نزدیکی هم نیست. پس دچار وحشت نشند، با آرامش کامل یک مطالبه بهداشتی خودشون رو بخوان. حالا چه راههایی هست؟ ببینید راه انتقال بیماری کاملا مشخصه. راههای انتقال بیماری، یک، از هر نوع تماس خونی، که این تماس خونی میتواند سرنگ آلوده باشه، که سرنگ آلوده در اینجا پیش فرض افرادی که در اون روستا هستن این بوده که سرنگ آلوده توسط فرد بهورزی که در اون خانه بهداشت کار میکرده، یا اینکه سرنگ آلوده‌ای که به HIV باشه از طریق اعتیاد تزریقی با اشتراک گذاشتن سرنگ آلوده، دو، راه جنسی که از کاندوم استفاده نشود، و سه، مادر مبتلا به فرزندش. حالا ما در این زمان نمیتوانیم دقیقاً بگیم راه انتقال چه بوده است. باید تحقیقات مولکولار سلولی انجام بشه و این نیاز به زمان هست و بعضیاش حتی در ایران انجام نمیشه. پس نکته اول اینه که وزیر محترم وقتی که اعلام کردن رسما راه انتقال روابط نامطلوب یا بین معتادان تزریقی بوده، این یک حرف کاملا غیر کارشناسی بوده، برای اینکه اثبات باید بکنن که اثبات نمیتوانند بکنن. تازه
مردم هم که اون پیشفرض داشتن که بهورز عامل آلوده کننده بوده، اون هم نیاز به زمان و اثبات داره. و در هر صورت ما الان وقت رفتن به اون طرف که راه انتقال چه بوده نیست. باید بپردازیم که مردم آرامش باشن، خدمات به اونها ارائه بدیم، خدمات اجتماعی فردی. خدمات فردی اینه که مشاوره باید بشن. یعنی اگر اون افرادی که این تست رو کرده بودن، اون درس هایی که باید میخواندن خوانده بودن، صحیح، یا مسئولین اون نظارت میکردن، قبل از آزمایش باید مشاوره میدادن، بعد آزمایش، بعد مشاوره. متاسفانه این خدمات هم باید وزارت بهداشت بده. ببینید، از طرف خدمات، کلیه خدمات انجام تست و درمان در ایران رایگانه و من دیدم دیروز وزیر محترم گفتن که ما خدمات رو رایگان میدیم. این خدمات سالهای سال رایگانه و یکی از صندوق جهانی خیلی کمک مالی میکنه به خدمات دارویی. پس این خدمات رایگان بوده و هست، این کار اضافه‌ای نکردن. باید اول برن خدمات اجتماعی به اون منطقه، کارشناسا، من استدعایی که دارم از وزارت بهداشت، دانشگاه‌های ما کارشناسای مهمی دارن، کارشناسا برن صحبت کنن با مردم به جای نیروی انتظامی. نیروی انتظامی اون تخصص لازم، لغت‌هایی که باید به کار ببره، ارتباطی که باید با مردم ببره نداره، برای اینکه کارشناسایی که مربوط به روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی هستن باید برن اونجا صحبت کنن. و خیلی کوتاه دکتر، اینی که گفته شده یک هیئت حقیقت‌یاب میره اونجا، چی رو میخوان کشف بکنن؟ مفهومش چیه؟ ببینید، هیئت حقیقتی ها باید تخصصی باشه، متخصصین باید برن اونجا. نمایندگان مجلس خیلی خوبه که ورود کردن به این موضوع، نیروی انتظامی خیلی خوبه که بخواد آرامش بده، ولی این موضوع یک بحث تخصصی است. حق یک فرد، به هر صورتی افراد اون روستا مبتلا شدن، وزیر بهداشت باید پاسخگو باشه و حق اونها خسارت روحی و جسمی است که به اونها وارد شده. حق اجتماع در یک روستا باید از طریق معلوماتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی انجام تست هست، اونا تست میدادن این کار نکردن، بدون اینکه عنوان کنن تست بدن، تست رو دادن. پس این دوتا، و حالا باید بیاد بعد از اینکه کارشناسی میشه، نماینده ها و دادستانی کل. به نظر من دادستانی کل به جای اینکه اون بهورز بدبخت رو بگیرن و افراد برن خونه اون رو داغان کنن، بیاد سراغ اینکه به اعلام جرم کنه بر علیه وزارت بهداشت. سپاسگزارم از دکتر آرش علایی، مدیر مؤسسه بین المللی سلامت و آموزش و کارشناس بین المللی ایدز اینجا در رسید. سپاسگزارم. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار میگیرد، خودش میخواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه نقش یک ایدئولوژی است، نه نقش یک حاکم.